چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. امشب میخوام یه مقداری برای مهدی گریه کنیم، خیلی بیکسه. خیلی بیکسه مهدی، خیلی تنهاست، کسی رو نداره به سر فاطمه. خیلی دلم سوخت. یه جوان تهرونی به من میگفت دیوونه شده بود، دیوونه شده بود، خدا شاهده، مثل تخمه رو ماهی تابه که برشتش اینجوری بود میلرزید، من دستشو گرفته بودم گریه میکرد، میخواست بمیره. چته؟ گفت حاجی من یه خوابی دیدم. گفت چند شب پیش خواب دیدم صدا آیفون خونمون بلند شد، گوشی رو برداشتم رو صفحه آیفون منزلمون یه سید روحانی جوان دیدم، قد خوشگل بود، نورانی بود. گفتم بفرمایید. گفت منزل فلانی اسم ما رو برد. گفتم بله. شما؟ گفت من سید مهدیم، اجازه میدی بیام تو؟ در رو باز میکنی بیام تو؟ میگه یه وقت تو عالم رویا دیدم ماهواره است، قصوره، چیزای دیگه است. گفتم وای با این وضع امام ازم. گفتم آقا جون قربون قدماتون برم، دو دقیقه صبر کنید من خونه رو آماده کنم تشید برید. گوشی رو گذاشتم و خونه رو هرچی دستم بود که میدونستم مهدی پسند نیست، همه رو جمع کردم ریختم توی انباری تو زیر زمینی جایی، دویدم دم در خونه دیدم آقا نیست، از کوچه ما داره میره بیرون. آماده باشید. میگه توی این همه کوچه که داشت آقا میرفت بیرون یه نگاه به من کرد، میگفت اشکای چشم مهدی رو دیدم، یه نگاه به من کرد، گفت خدایا در خونه تک تکشون رو زدم یه نفر منو رام نداد. همه گفتن دو دقیقه صبر کن. کسی منو رام نداد. آقا قربونت بده. ای آقای بیکس، ای آقای تنها، رو کدومای ما میتونی حساب باز کنی؟ باید مثل رقیه منتظر باشی، مثل رقیه انتظار بگیری، ای میگم عمه من آب نمیخوام، من بابام حسین رو میخوام، عمه من برا شکمم گریه نمی کنم. اما وقتی سر بریده امام زمان شدیم یه وقتی در سر یه طرف بگو یا حسین، صدای ناله زین العابدین بلند شد، عمه عمه خواهرم رقیه از دنیا رفت.